سلام، سلام به شما عزیزان. از واشنگتن با شما هستم، جمشید چالنگی هستم و در ساعت پیش رو همونطور که انتظار دارید با خبرهای ویژه امشب همراه شما عزیزان خواهم. خبرهای ویژه همچنان کم نیست. در جمهوری ولایت توپ و تشرهای تازه مسئولان جمهوری و ژنرال‌های مندرآوردی حکومت علیه آمریکا چه اثراتی در کاخ سفید داشته است؟ چرا پرزیدنت ترامپ و بقیه و همه ژنرال‌های آمریکایی پس از توپ و تشرهای ژنرال محسن رضایی و بقیه مسئولان حکومتی ایران از هراس و نگرانی و احساس خطر پنهان شدند؟ و رکورد تازه‌ای برای امت همیشه در صحنه اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی، رکورد تازه در عرصه جهانی با این آمدن سن ازدواج دختران به 8-9 سالگی در بخش‌هایی از ایران و فرق و تفاوت و امتیازات رسانه‌های جمهوری اسلامی و آزادی عملی که در جمهوری اسلامی هست برای مطبوعات و روزنامه نگاران و حسرتی که از این بابت بر دل روزنامه نگاران و کارکنان رسانه‌های آمریکایی مانده است. از زبان مرضیه هاشمی، شهروند آمریکایی که به تبعیت ولایت در آمده است، به تبعیت فقیه حاکم در ایران، و چگونه زبان قاطر را بیاموزیم که روزی روزگاری در جمهوری ولایت به درد ما خواهد خورد، و خبرهای ویژه دیگر که کم نیست و با شما عزیزان حتما در میان خواهیم گذاشت، و پیام‌های شما عزیزان نیز در بخش پایانی برنامه. تا لحظات دیگر. آغاز می‌کنیم از آنچه که میان جمهوری اسلامی و واشنگتن می‌گذره، بحرانی که هست و طرف سوم زیان‌هاش متوجه طرف سوم ماجرا که مردم ایران باشند، که اون هم به برکت جمهوری اسلامی ولایت فقیه حکومت برآمده از انقلاب پس از انقلاب به عادتی روزمره تبدیل شده، افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه زندگی و بقیه مصیبت ها و مشکلاتی که هست، که البته ما اونها رو به شکل مصیبت و مشکلات و اینا نمیبینیم. همه اینها مقاومت، همه اینها نشانه هایی هست که ما همچنان جان برکف در صحنه هستیم، و بقیه ماجره هایی که دیگه صبح تا شب خود شما از شبکه های رسانه های خبری و غیر خبری جمهوری اسلامی بر بالای منبرها میشنوید. به هر حال، اما آخرین خبرها این هست، توپ و تشرهای جدیدی که زدن. این ملت ایران هم واقعا زمانی گفته میشده ای آزادی به نام تو چه جنایت هایی که مرتکب نمیشوند، حالا این ملت ایران هم همه به نمایندگی از ملت ایران صحبت میکنن، هم از محسن رضایی و غیر رضایی و بقیه، آیت الله خامنه ای و بقیه، همینجا در خارج از ایران هر دو سه نفری که یک گروه سیاسی تشکیل میدن یا غیر سیاسی هر چی که هست به نام ملت ایران و و و همه ملت ایران. به هر حال محسن رضایی بلا نسبت شما ژنرال مندرآوردی حکومت آمده گفته ملت ایران نمیخواهند با آمریکا ارتباط داشته باشند. حالا این ملت ایران که نمیخواهند با آمریکا ارتباط داشته باشند، چرا خود مسئولان این ملت ایران، مسئولان حکومت فقیه، این همه فرزندان یا کسان خودشونو یا حسابهای خودشونو به خارج از ایران به خصوص به آمریکا منتقل کرده و میکنن؟ اون زمانی که امکانش داشت، سالها پیش، زمانی که آقای ظریف شد وزیر خارجه دولت اول شیخ پرزیدنت و بقیه ماجراها، ما صحبت اینو کردیم که در همین تفسیر خبر صحبت اینو کردیم از حدود 200 میلیون دلاری که آقای ظریف، محمد جواد ظریف و
چند تن دیگه زیر نام شرکتی از بنیاد علوی که همون بنیاد پهلوی سابقه که اموالش اجازه خروج از آمریکا نداشت، توقیف بود، یعنی محدود بود، با اون بسیاری از کرسی‌های ادبیات و جامعه شناسی و بقیه و اینها رو در دانشگاه‌های آمریکایی خریدن. این همه یهو می‌بینید دانشگاه‌های آمریکایی بسیارشون کرسی‌های ایرانی دارن و کسانی هم در اونجا هستن، یا اصلاح طلبان هستن یا اصلاح نطلبان، در حال بحث دیگری است. اون زمان ما اشاره کردیم که این 200 میلیون دلار هم جدای از بقیه سرمایه‌ها در خیابان پنجم نیویورک و بقیه جاها زیر نگین آقای محمد جواد ظریف هست. تازه الان خبرش در اومده که بله، بخشی از این 200 میلیون دلار دو آپارتمان هست و بقیه چیز هست. سال یعنی چند سال پیش، همون ماهای اول دولت شیخ پرزیدنت. به هر حال برگردیم به بلا نسبت شما. جنرال رضایی آمده و گفته، همون که اشاره کردیم، نمیخوان این همه داوطلب و درخواست مشکلات رفتن به دبی و ابوظبی و ترکیه و این ور اون ور برای گرفتن ویزا. خب اگر ملت ایران نمیخواهند با آمریکا ارتباط داشته باشند، چه غمی دارید و چه شکوه و شکایتی از این که محدودیتهایی برای ایرانیان وضع شده برای ورود به آمریکا، که از این بابت قطعا متاسفیم و از این بابت قطعا مسئول حکومت ایران هست بدون هیچ تردیدی و بدون هیچ درنگی که کار به اینجا کشیده شده. به هر حال برگردیم، باز هم ما مرتب باید برگردیم به صحبت‌های این ژنرال‌های حکومت. نه تنها ایشون، بلکه از صبح تا شب دیدین دیگه این تشرهایی که میزنن، همه اینها باعث شده که حضرات اینجا در کاخ سفید و بقیه جاها عقب نشینی کنند و مدت هاست پنهان هستن، دیده نمیشن. اینه که من تا اونجایی که تحقیق کرده همکاران من، مسئولان و کسانی که در این زمینه کار میکنن، این هست که از همین تشرح هاست. مثلا سالک نامی حجت الاسلام و المسلمین، طبعا احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام، آمده گفته گسترش اقتدار نیروهای مسلح کشورمان آمریکا و اذانبش را به التماس انداخته است. میگید نه، بفرمایید گز کنید. این هم از حجت الاسلام و المسلمین و المسلمات قطعا. به هر حال اینی که به التماس افتادن، حالا این التماس چه شکلی هست و اینها بماند. آمده و یکی دیگه عبدالرضا رحمانی فضلی که ایشون هم از مقامات جمهوری اسلامی همیشه بوده و وزیر کشور هست و از اینایی هستن که همه کار هستن، چند منظوره هستن، آمده گفته ساقط کردن پهپاد آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس نشان داد دشمنان توان مقابله با ایران رو ندارن. قطعاً نداره، چون نیاز به این کارها نبود. همین حرفای دشمن شکنی که ما اختراع کردیم، دشمنا از همونجا متوجه شدن که توان مقابله با ایران رو نداره. این کارهایی هم، این تانکایی هم که آتیش میگیره و دو قدم رفته پنچر میشن تانکای ولایت، اینها هم لابد ظاهرسازی هست که برای اینکه دشمن رو فریب بدیم. برای قطعا ندارم، دشمن نه تنها هراس داره، بلکه متحدان دشمن هم ترسیدن و راه به جایی نخواهند بود. و ما در این زمینه از این اقتدار رو عرض کنم خدمتون، توانایی ها و اقدامات دشمن شکنانه و سخنان دشمن شکنانه که بگذریم، رفتار دشمن شکنانه گزمه ها و ماموران و مسئولان و حکومت در داخل ایران با خود امت، اون هم به هر حال نشون میده اقتدار حکومت رو، اقتدار این که دشمن حساب کار دستش بیاد. ترامپ و بقیه و اینجا و در انگلستان و جای دیگه دشمن دستش بیاد. حالا از این نظریه هم بگذاریم، از این حرف بگذاریم که این یک حکومتیه برای نخستین بار در تاریخ ایران که تا خرخره آدمایی که مسئولان درجه اول هستن وابسته به دولت‌های خارجی هستن و عملاً این دولت‌های خارجی هستن که در جنگ قدرت هستن در ایران.
و به همین دلیلی که این حکومت از بد و پیدایشش به سود همه عمل کرده، نه به سود ایران و ملت ایران که به جای خود، حتی به سود خود حکومت هم عمل نکرده در مواردی. چرا؟ چون همه، هر کسی سر تنابو به یه سویی میکشه. این نظریه هست، تا چند اندازه میشه تایید کرد رد کرد، عمل کرد این حکومت بررسی دقیق شاید ما رو راهنمایی کنه به نتیجه روشن در این مورد. در حال این سخنان رو بیشتر در شماره های دیگه تفسیر خبر پی گرفته و میگیریم، اما در اینجا پیش اومد سخن، حرف به قول معروف حرف میاره، از قدیم گفتن، جدید هم البته میگه. و اما برگردیم، ما امروز در برنامه امروز بسیار بر میگردیم، شده حکایت دوست و عزیزی که داشت به سرعت میرفت، گفتن کجا میری با این سرعت، گفت جایی نمیرم، بر میگردم. در حال برگشتن هستیم، برگردیم به عملکرد گزمه های حکومت با مردم، عملکرد دشمن شکنانه. ببینید ماموران ما هوشیار هستند، با هوشیاری کامل عمل میکنن، مواظب هستن یک تو پارچه وارد کشور نشه، گمرکات چه میشه، سهم امام و اینها چه میشه. در این ممالک محروسه ولایت و فقاهت قرار باشه توپ پارچه همینطوری وارد بشه، سیگار وارد بشه، حالا میگی دو کارتونه، سه کارتونه، دو توپه، بله ما تا این حد دقیق هستیم. اگه بذاریم این کارا بشه، یعنی میفرمایی مملکت ساعت نداره، پس این 300-400 اسکله یا برادران و پاسدارمون چه کار کنیم و بقیه مسئله اینا هست، برادران عسکر اولادی و مخلفاتشون و بقیه رو بقیه رو بقیه رو چه کار کنیم؟ به شما برید در گناوه مثلا بردارین یه توپ پارچه بیارین یه شهر دیگه بفروشید برای یه لقمه نون؟ نباشه. ما در حال مبارزه با آمریکا هستیم، شما یه لقمه نون چی هست؟ اگه نتونید از یک لقمه نون بگذرید، پس چه ایثارگری هستیم؟ میبینیم هوشیاری برادران رو، میبینیم در نزدیکی های گناوه و روحانیت همیشه حاضر در صحنه. اسکت تو شیعیم، اسکت چی آورده از اونجا افتادین دنبالش؟ لیش تکذب زور؟ هو متعور، هلو خودش زخمیه، چی کارش داری؟ زخمیه، ماشینش اینجایه، زخمیه، چی کارش داری؟ زخمیه، برو بابا، برو با کله گنده هاشو بگیرین، افتادین به جونه بدبخت ها، بیچارش کردین، کار نیست. خب مشاهده کردین که این هوشیاری ماموران گزمه های ما رو که چطور در صحنه بودن و چطور روحانیت هوشیارتر ما خرامان خرامان دامن کشان داره نزدیک میشه به ضربات ماموران گزمه های ما، یعنی ضربات توأم با محبت گزمه های ما. ببینید عامل دشمن که یکی دوتا نیست، این توپ پارچه رو شما فکر کنید آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، بقیه برای چی فرستادن؟ این وانتبار حامل منویات دشمنان ماست، برای تخریب اقتصاد ماست. کنارش هم یکی از همدستان شعار میده اگه راست میگید برید کله گنده ها رو بگیرید. اولا مگر مسئولان ما تا حالا دروغ گفتن؟ و کله گنده های ما مگه چه کار کردن؟ غیر از اینکه بارها گفته شده بسیاری از
سیاستمداران و به اصطلاح فعالان سیاسی و غیر سیاسی گفتن این نفت مصیبتی شده برای ایران. خب نفت رو از وضعیت اقتصادی ایران و روند اقتصادی ایران جدا کردن، یک سره درآمدهای نفتی رو خودشون در دست گرفتن که مردم ایران چی؟ از این گرفتاری رهایی پیدا کنه. نفته در میاد، فروش میره، درآمدها خارج جاهای دیگه 2300 میلیون دلارش به ظریف میرسه و بقیه و بقیه و بقیه. کله گنده های ما با نهایت ایثار فداکاری به چنین اقدامی دست زدن، بعد برن بگیرن اونها رو. در حال نمونه هوشیاری گزمه‌های ما رو، نمونه دیگه شو جلب یکی از دشمنان انقلاب باز با هم می‌بینیم در تهران که یک مأموری رو در شیراز جلب کردن در شهر حافظ و سعدی، این دو ضد انقلابی نامدار. بله حافظ از همون زمان ضد انقلابی، سعدی که دیگه نگم. بله و یکی از همشهری‌های همونها باز هم همچنان ضد انقلاب. ماموران ما جلب کردن عامل دشمن، طبق گذاشته در گوشه از خیابون زیر این پوشش منویات دشمن رو پیش میبره، ضربات اقتصادی به اقتصاد ما، تخریب اقتصادی اقتصاد توحیدی ما. به هر حال با هم میبینیم چگونه دارن میبرن کشان کشان در شیراز. اینم از شهرداری شیراز، آدمو به زور دارن میبرن در باز دعوا. طرف فکر نمی کنم بخواب بخور زمین. یه پیرمردی هم هست دارن میبرن، نگاه دارن میبرن. مطمئنم شما عزیزان هم بسیار خوشحال شدید از این هوشیاری و از این به اصطلاح فرضی ماموران و گزمه‌های ولایت مدار ما که چطور دشمنان اقتصاد توحیدی ما رو شکست دادن. ما عوامل بسیاری داریم از که در این زمینه کار میکنن، همونطور که بارها من اشاره کردم. مثلا خود همین مرغ رو، یک زمانی یکی از روحانیون ما گفته بود که اسرائیلی ها یک ماهی هایی رو تربیت کردن که این ماهی ها رو میفرستن به خلیج فارس و این کابل های اینترنت و هرچی که هست در زیر آب مربوط به ایران میشه رو اینا میرن خراب میکنن. حالا کابلی هست نیست، اینا بحثای دیگریست، ولی این ماهی ها بله اینطور تربیت شدن. اینا واقعیت هست، میرن اونجا مثلا بین، مثلا اگر کابلی هست بین صدها هزاران کابل میگردن میشناسن، چون کابلای ولایت متفاوت از کابلای دیگه، فریاد میزنن اونجا، لبه گویان هستن مرتب، همه اشیا و زنده و مرده و جاندار و بیجان همه لبه گویان هستن، یا خامنه یا هرچه، یا خمینی یا هرچه، اونا رو میجمن. بنابراین اینی که من بهتون میگم، مثلا بارها اشاره کردم، این مرغ ها مرتب قیمتشون افزایش پیدا میکنه، شما دقت نکردید که یا بار قیمت خروس شنیدید افزایش پیدا کنه؟ خروس که صبح بلند میشه اذان میگه و همه اینها، خب ولایت مداره، اینه که متعهد به ولایت و انقلاب هست. شما بگید یک ریال قیمت خروس رفته بالا، نرفته، اگرم رفته خروس های ضد انقلابی بوده، ولی قیمت مرغ مرتب رفته بالا. مرغ های خود شما بقیه داستان میدونید، عوامل استکبار. و اینه که پیاز و پیازکاران و موادی که پیاز رو افزایش میده، اینها ساخته و پرداخته اسرائیل و آمریکا و بقیه جا هست، اینه که قیمت پیاز هم مرتب میره بالا و الان شده که پیاز با 515% گرانی رکورد شکسته. آمار وزارت صنعت معدن و تجارت
بله در مورد تغییرات قیمت ها گفته و گفته پیاز اینقدر 515%، حالا بذار صنعت چرا درباره پیاز و اینا گزارش میده، اون بحث دیگری است. 500,000 بار هم پیاز قیمتش بره بالا، ما با چی دست از تعهدات انقلابی ما بر نمیداریم. پیاز مبادا سیب زمینی قیمتش بره بالا، اونجا ممکنه اثرات داشته به پیاز، ابدا. ما در برابر پیاز به زانو در بیاییم؟ ابدا ابدا. به هر حال این خبر رو هم داشتیم که رکورد تازه‌ای هست، 515% قیمت پیاز. حالا نمیدونم پیاز رام هرمز یا به قول ما پیاز رومز چند درصد رفته بالا، که از مناطق پیازکاری خیلی مهم بوده در ایران سالیان سال، الان کمتر. به همین مناسبت یکی از هموطنان ما که در تجارت پیاز بود فرصتی پیدا کرده برای سخنانی که میشنویم. البته کلماتی در این سخنان رو ما ادبیات برنامه اجازه پخش نمیدیم، با هم میبینیم و پی خواهیم گرفت تفسیر خبر. سدلی جانم آقا قربت برم، من چقدر واسه این پیاز فروشی تا الان تحقیر شدم، الان وقتشه یه ذره واسه تون چوسی بیام. صدا کن سدلی. بله ما چیه؟ تلا به به یکی از کشفیات تازه هم در جمهوری ولایت این موضوع هست، ارتباط بچه داری و ادبیات یا ادبیات و بچه داری. خانم زهرا هدایتی متین که مدال طلای المپیاد ادبیات رو برنده شده، رفته به دیدار آیت الله خامنه ای، فرزند خردسال خودش رو هم برده و بعداً از او پرسیده شده یکی از این خبرگزاری‌های حکومتی فارس که هدفتون چی بوده؟ هدف من این بود تا با اقدامی نمادین به فرهنگ سازی حول این موضوع بپردازم که با داشتن بچه‌ام میتوان به موفقیت در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه علمی دست پیدا کرد. حالا ادبیات با عرصه علمی چه ارتباط داره بحث دیگری است، اما سخن بر سر اینه، خب این نکته رو اگه ایشون این عمل رو انجام نمیداد، بچه رو نمی‌برد آیت الله خامنه ای ببینه که خودش یه جوری آزار دادن بچه است، بچه رو آیا دوست داره دوست نداره، ساعتی در اونجا باشه در اون بحث دیگری است. این مدافعان حقوق کودکان باید به این موضوعات بپردازن که اونها هم در زندان هستن اکثرشون، مثل آتنا دائمی. ولی کشف بسیار مهمیه، تمام این ادیبان و اینها ما نمیدونم الان مشکوک هستیم که آیا اینا بچه داشتن حتما، یا اینکه آیت الله خامنه ای این موضوع رو نمیدونست. خود آیت الله خمینی شعرم گفت، برحال نوعی ادبیات بود هر چی که بود، یا بقیه. بنابراین ما تا این خانم این رو نمی گفت نمی دونستیم به اصطلاح ادیبان ما شاعران ما اگر بچه دار نمی شدن یا می شدن چه تأثیری داشت در ادبیات اونها. این کشف بسیار مهمیه و توجه دادن آیت الله خامنه ای به این موضوع که آیا شاید هم این باشه که شاید من نمیدونم به بیت رهبری هم نشون بدن که اگر بچه دار نیستید و کار ادبیاتی دارید میکنید نگران نباشید، میتونید بچه دار هم بشین. این هم نوع برداشت هست و برداشت های دیگه از این اقدام مشعشعانه و از این سخنان مشعشعانه تر. و اما خانمی اختراع شده در ایران، خانم مرضیه هاشمی که اسم اصلیشون ملانی ایوت فرانکلین هست، بانوی آمریکایی که به اسلام گرویده اومده به آمریکا، مشکلاتی ظاهرا در اینجا هم داشته، آمده و مصاحبه باز داشته با خبرگزاری فارس و ایشون درباره
رسانه‌های آمریکا گفته و رسانه‌های جمهوری اسلامی. مصاحبه از جهات بسیار خواندنی است و اینکه در آمریکا بسیار رسانه‌ها در اختیار گروه‌های خاصی است، صاحبان قدرت است، صاحبان ثروت است، برخی چنین هست البته. و اینها فقط منویات اونها را پیش می‌برند که این قسمت دیگه کاملا درست نیست. و از اون ور ما در ایران همه با همه مشکلات رسانه‌ها بسیار از آزادی‌ها یا مواهبی برخوردار هستند، علی رغم به گفته ایشون مشکلات مالی که دارن. قیاسی هست، ما به اصطلاح این قیاس رو نتایج مختلفی میشه ازش گرفت که در کمال آزادی بیان شده در جمهوری اسلامی، این که چند روزنامه‌نگار در حال حاضر در زندان هست، چند روزنامه‌نگار در زندان به قتل رسیدن، چند روزنامه‌نگار در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدن و چندین روزنامه‌نگار ناچار به ترک وطن شدن. اینها دیگه موضوع بحث خانم مرضیه هاشمی قطعا نیست. در مورد بانوان هم آمده و آقای محمد جعفر منتظری گفتن که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، درباره زنان ورودشون به ورزشگاه‌ها در تهران در ایران گفته، انتقاد کرده و همچنان خواستار این موضوع شده که ورود زنان آزاد بشه. آمده این بابا گفته که فیفا به رفتن زنان به ورزشگاه‌ها چه کار داره؟ حتما کسی پیدا میشه در تهران برای ایشون شرح بده که چرا فیفا در این موضوع دخالت میکنه. ما وقت برنامه ما بسیار کم هست. خود آیت الله خامنه ای هم آمده در همون مراسمی که خانم نویسنده بودن، مدال طلای المپیاد، و درباره مربی خارجی برای تیم‌های ایرانی و مربی ایرانی هم برای تیم‌های ایرانی اظهار نظر کردن که ما تردید نداشتیم که آیت الله خامنه ای وقتی که نماینده خداوند بر زمین هستن، از جابلغا تا جابلچا و در تمام زمینه ها میتونن اظهار نظر کنن و صاحب فتوا هستن بدون هیچ تردید. و رکورد تازه‌ای که من در مقدمه بهش اشاره کردم، در بجنور، در روستایی در بجنور، در 5 کیلومتری بجنور، به تازگی از 11 ازدواج ازدواج هایی رخ داده، انجام شده که سن دختران در این ازدواج ها 8 و 9 سال. رکورد تازه‌ای هست، رکورد بسیار تازه‌ای هست برای افتخار اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی. طیبه سیاوشی نماینده مجلس حکومتی هم آمده در ارتباط با ازدواج کودکان خردسال، ایشون آمده اعتراض کرده، اعتراض که نه، گزارش دادن، گفتن افرادی که در سنین کودکی ازدواج میکنن وضعیت دردناکی دارن. اینم اگر ایشون نمیگفت ما از کجا میدونست. بله، و ایشون میگه در یکی از روستاهای کشور 12 کودکی که زیر 13 سال ازدواج کرده بودن رو به ایشون معرفی کردن تا با آنها دیدار کنم. من فقط تحمل دیدن 3 نفر از این دختران را داشتم و نتوانستم با بقیه دیدار کنم. یعنی موضوع مهم در اینجا حال و احوال ایشون هست، حساسیت و ظرافتشون هست. ولی چه باید کرد، چه نباید کرد، مسئله ایشون و بقیه نشستگان در مجلس حکومتی نیست. آقای جهانگیری این بخش برنامه شد مایل بودم درباره وضعیت زنان و دختران در ایران باشه. آقای جهانگیری و معاون رئیس جمهور، معاون اول این شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس روحانی، آمده و گفته درباره ورود زنان به ورزشگاه ها، این بسیار ما ملاحظه خواهیم کرد قطعا نظر علمای اعلام و حجج اسلام و بقیه رو و مراعات خواهیم کرد، یعنی درها همچنان بسته خواهد ماند به گفته این بابا. نکته ای رو که من مایل بودم اینجا در میون بذارم، ابعاد ارزش های فیزیک هست. من برعکس شیمی به فیزیک خیلی علاقه داشتم، ولی نکاتی هست که نمیدونستم.
وظایفی که فیزیک انجام میده و داده اینها رو ما نمیدونستیم. از جمله این نکات ثابت کردن اموری هست که یکی از این امور رو میبینیم یک کارشناس ولایت مدار در گفتگو با تلویزیون مصادره شده ایران. از فوتش گذشته بود وقتی که به دلیلی ابن بابوی رو خواستن تعمیر کنن و قبر شیخ صدوق آشکار شد، میگن حتی رطوبت پاش و اون حنایی که به پاش گذاشته بود به ناخونش اینا محفوظ بود، یعنی انگار که تازه مرده، انگار دیروز مرده. ما اعتقاد داریم به این که وقتی ما میگیم کافر نجسه، معنیش اینه که اعتقاد غلط و باطل روی بدن هم اثر میذاره. ما الان روایت داریم میگن که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه بکنه بدنش نمیپوسه. اینا چیزاییه که حتی امروز فیزیک هم به سمتش رفته. خب اینو البته باید شیمی اثبات میکرد که بدن نمیپوسه اگه غسل بکنید، چون اینم تا اونجایی که من میدونم مربوط میشه به شیمی، ولی خب حالا شیمی لابد سرش گرم بوده به کار دیگری. اینه که فیزیک ثابت کرده، فیزیک ثابت کرده که اگه 40 شب جمعه غسل بکنید و بقیه صحبتایی که کردن، فیزیک ثابت کرده. میگید نبرید از فیزیک بپرسید، از معلمای فیزیک، استادان فیزیک بپرسید، فیزیکدانان که استیون هاوکینگ و بقیه که دیگه در دسترس ما نیستن، وگرنه اونا هم تایید میکردن این فرمایش این بانو رو. 40 شب جمعه بعد بدن نمیپوسه و انگار ننگار شیخ صدوق هنوز رطوبت پاش همون بود. حالا این چه حسن و محاسنی داره این دیگه مورد بحث من و شما نیست و تا چه اندازه به خود مبانی ادیان و به ویژه اسلام منطبق هست نیست، و منظور از کفار در اینجا چه کسانی هستن باز مورد صحبت ما نیست. مهم اینه که فیزیک ثابت کرده. میگید نه برید فیزیک رو گز کنید، یقیه فیزیک رو بپرسید چرا ثابت کردی اینو و بقیه مثلا. و ما اشاره من کردم به دانستن زبان قاطر. باز هم یک روایتی ما داریم که این روایت خیلی ما رو راهنمایی میکنه. البته روایت چند مجهول است مثل بسیاری از روایت و روایات اختراعی به خصوص بعد از انقلاب، ولی مفید است از جهاتی. با هم میبینیم درباره اهمیت زبان قاطر. در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستند، قاطر چموشی را آوردند، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی رو اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنگ احلی میشه. بله خب اولا این موزیک، خب برنامه گلهای ما بعد از انقلاب این شد دیگه. روانش شاد روشنک عزیز و همه دستان در کاران گلها، و روانش شاد پیرنیای بزرگ، داوود پیرنیای بزرگ، بنیانگذار برنامه گلها و همه اونهایی که در گلها شرکت داشتن، مرضی دلکش و همه و همه و همه. به هر حال بعد از انقلاب ما، گاندی ما شد خمینی، لنین ما شد خمینی، گورباچف ما شد خاتمی، محمد خاتمی، و به هر حال برنامه گلهای ما هم همین است. اینه که این موزیک رو به این نیت ما گذاشت. و این سخنان بسیار بسیار لطیف و ظریف که امام حسن عسکری سر در گوش قاطر گذاشت و سخنی گفت. اینجا مجهول اول، مجهولات بسیار داره این که اگر حل بشه که این مجهولات باعث بالا رفتن معلومات ما میشه از جهتی. ببینین خب امام عبود با یه وسیله آمده به اون مهمانی خلیفه،
با همون وسیله هم بر میگرده و میتونستن هم در لحظه هم اگر دیدن اون قاتل چموشه و اینها اعتراض کنن و بقیه مسائل که به من و شما مربوط نیست و برای تولید روایات مسئولش هم لابد خود تولید کنندگان هستن و توضیح دهندگان خود اونها. نکته در این هست یا دستمونم که به اون قاطر گذشته نمیرسی که بپرسیم تا چه اندازه درسته درست نیست، ولی نکته در اینه که اگر این رمز و راز پیدا میشه آیا هر کس دیگری هم در گوش قاطر صحبت کنه میتونه قاطر رو رام کنه؟ اگر روزی این آمریکایی ها کشف کردن که چون این راز و رمزی رو که البته الان دیگه چندان به درد نمیخوره در فیلم های وستر این رام کردن به اصطلاح اسبان وحشی، آیا اساسا برای اسب وحشی هم میشه اون راز و رمز و یا این سخنانی که در گوش قاطر خونده شد به کار برد برای اسب ها یا الاغهای چموش؟ و چرا ایشون طلب این کرده که در گوش ایشون خونده بشی؟ گفته اگه در گوش ما هم خونده بشه مثلا ما رام میشه. چه کسی باید به در گوش ایشون بخونه؟ آیا به زبان قاطری باید خونده بشه یا همه اینها مجهوله؟ امیدواریم در روزهای آینده بیایند و توضیح بدهند. با موزیک هم اگر بود توضیحات باز ما پخش خواهیم کرد. هدف اینه که این مجهولات برای امت جان برکف در صحنه روشن بشه و از این گمراهی به در بیان و قدرت بیشتری در مبارزه با استکبار جهانی. و سر پرسرات هم بی پاسخ و جواب نمونه، یعنی جواب در کف و به سرعت گذران از پرسرات. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. میرسیم به بخش پیام های شما عزیزان. قبل از پیام های صوتی من پیامی دریافت کردم از با امضای هانیه. این پیام برای من و کسان دیگری بود، همکاران دیگر من که برای اونها خانم هانیه که اسم مستعاری هم هست از طرف گروهی از بینندگان ما از داخل ایران با اسم مستعار گفتم فرستادن. پیام شما رو به کسانی که از همکارانم هم که خواستید رسوندیم و این نامه شما و پیام شما سپاسگزار از محبت های شما. و اما پیام های صوتی شما عزیزان رو میشنیم. الو آقای سالنگی، سلام عرض کردم. از ایران زنگ زنم از شهر گنبد کابل. متشکرم از زحمات جناب علی، ولی دلخواهی ازتون دارم. تبعیضی که قائل میشید بین همشهری های خودتون، ما شمالی هستیم، ترکمن هستیم، از استان گلستان، شهرستان گنبد کابوس. پیگیرم خیلی مثلا برنامه های شما با آقای نوری زاده هستیم. چندین بار بهتون پیغام دادم پخش نکردید. این ایشو چی گذاشت؟ یعنی مثلا تبعیض گذاشت، نمیدونم چی گذاشت. حتی شما یه بارم راجع به گلستان، استان گلستان، ترکمن صحرا، ما هموطن شما نیستیم؟ ما ایرانی نیستیم؟ پیغام ما رو نمیذاری پخش کنیم؟ ضمناً از خیلی چیزا دل خورن. ما اینجا چه زجری میکشیم؟ با عنوان مهنت زندگی میکنیم. کارمند بازنشسته با مدرک دامپزشکی با هستن بعد از 35 سال خدمت با 3,200,000 حقوق و نمیدونم 4-5 نوه و نخبار شرمندی بچه ها هستیم. بعد از ضمن دلخوری از شما دارم، شما آدم هایی مثل نمیدنم از شما نه، ولی رادیوهای دولتی بی بی سی نمیدنم چی از این حرفا، این آقای مهاجرانی اندنگ میاری با آقای خسرو سمنانی نامی که آدم بسیار ثروتمند یه مست نمیدنم چی هست از این چه آدم وفر هم بوده،
یه جوری صحبت میکنه، من یعنی از روزی که میدیدم خیلی خواب خورک ندارم از این نظر. چند بارم بازدار شدیم. اینا کارهایی که من میکنم حتما میبینین. اگه شما با من تماس بگیرید من تمام جزئیات رو بهتون میگم. یه لطف در حق من بکنین، یه لطف بسیار کوچک. حالا شاید نباشه، شما به تلفن یا تماس آقای سنانی ره یا میتونین بدین به من. خب میتونین، من میدونم شما نمیتونین بدین، یا شما میتونین لاغل. سپاس از شما بیننده گرامی، پیامتون چون از دو دقیقه بیشتر بود قطع میشه به طور خودکار. سپاس از شما. قبل از هر چیزی نخستین پیام شما هست که به دست من رسیده، باور بفرمایید هیچ تبعیضی من قائل نیستم. اگر پیامی از همشهری من مسجد سلیمان پخش شده که یکی دو تا یا هر تعدادی بوده، اونها هم به خاطر همشهری بودن با من نباید مورد تبعیض قرار بگیرن که دوچار سوء تفاهم میشه. چون این نیست، قطعا عزیز و هموطن گرامی ارجمند و مایه افتخار من هست، هم هموطنانی گنبد، ترکمن، و ما در برنامه همون بارها صحبت کردیم، بارها در برنامه ها، چه درباره آتش سوزی جنگل های گلستان، چه درباره سیل اخیر که آمده بود، و در زمین های مختلف. حتما چنینه. دلخوری های شما رو من میفهمم، از جاهای دیگه خوب در اینجا مطرح کردید. تلفن آقای سمنانی رو من در واقع نه تنها ایشون، کسان دیگه رو مجاز نیستم مگر اینکه از خود اون کسان بخواید. بله، ما آقای مهاجرانی رو در برنامه ما نبوده و خود شما هم اشاره کردید و نه گمانم نمی کنم دعوت های ما رو بپذیرن. وزیر مهاجر صادراتی حکومت تهران خوب به وظیفه خودشون عمل می کنند، دفاع همه جانبه و جانانه از حکومتی که به هر حال در چنین حکومت هایی است که کسانی مانند مهاجرانی میتونن به وزارت و وکالت برسن، به شایستگی جایگاه هایی رو به گواه عمل کردشون ندارن. در جای کسانی مانند سیروس آموزگار تکه زدن در وزارتخانه های و کسانی دیگر، به هر حال جواد منصور یا بقیه، خب شایستگی های لابد لازم داره که عمل کرده اونها نشون میده، چون این شایستگی های نداشه. سپاس از شما. ولی تلفن آقای سمنانی رو به وبسایت ایشون مربوط به ایشون میتونید پیدا کنید، کارشناس نفتی و انرژی در آمریکا، که در آمریکا هم در این زمینه صاحب اعتبار و شهرت است. پیام بعدی رو میشنم. سلام عرض میکنم جناب آقای چالنگی. من نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم با این برنامه خوبتون. جناب آقای چالنگی، متاسفانه کسایی که بر ما حکومت میکنن، شکنجه‌گراشون با زندانباناشون، کلا اینا فکر میکنن ابدی ان. فکر نمیکنم این رژیم الان روی هواست و دست ندارن از این همه ظلم و جنایتی که دارن میکنن. یکی مسئله بسیار مهمی در مورد آقای نوریزاد میخوام بگم. ایشون تشکر میکنم از اینکه این همه بالاخره درد دل مردم به جهانیان میرسونن. اما یکی مسئله خیلی مهم اینه که آزاد شدن ایشون باعث شک و تردیده. شخصا برای من تصور میکنم ایشون گوشت مسجل رژیم باشن. به هر حال عرض کنم خدمتتون که الان هر کسی که به نظام وصله راحت میتونه هر کسی رو که ازش خوشش نمیاد راحت کار دستش بده. الان نیروی انتظامی برای چهارمی بار پول داره میگیره برادر من، منو بیگونه میندازه زندان راحت با یه تهمت، با یه پرونده سازی راحت. اون وقت قضات دادگاه از این حمایت میکنه. به هر حال من نمیدونم این مملکت چه خبره. صاحب نداره مگه؟ چه خبره این مملکت؟ واقعا فساد بیداد میکنه، مواد مخدر در زندان ها بیداد میکنه. و در مورد این خدا بیامرز جوانی که به دست این دو سه زندانی کشته شدن، شک نکنید که به دست از کنم که حفاظت خود زندان فشافویه به قتل رسیده. من در این مورد شکی ندارم، چون مسائلی رو دیدم با چشمم. برای شما سلامتی و موفقیت آرزو دارم، به امید آزادی برای ملت ایران. خدا نگهدار. سپاس از شما، سپاس از محبت شما. چند موضوع رو مطرح کردید، هر کدوم نیازمند به سخنان بسیار درباره آقای
نوریزاد نظرات مختلفی هست در این زمینه، خود ایشون بارها صحبت کردن و گفتن و اگر باز هم صحبتی داشته باشن در پاسخ به نظر شما حتما مطرح خواهند کرد. و درباره شیر محمد علی زندانی سیاسی که توسط چاقوکشانی در زندان کشته شد و مسئولان جمهوری اسلامی زمینه ساز قتل او بودند. پس سخنان دیگه، من متاسفم که ایران به اینجا رسیده که برادر به برادر هم رحم نمی کنه. شما نمونه تنها نیستین، من بسیاری رو میشناسم چون این برادرانی بودن که خواهران خودشون رو بر سر ارث به زندان فرستادن با همدستی مسئولان قضایی و غیر قضایی و مسئولان قضایی و خوراکی جمهوری اسلامی، چون این جنایاتی رو مرتکب شدن. سپاس از شما بیننده گرامی. پیام بعدی رو میشن. سلام آقای چننگ، امروز داشتم برنامه آقای دوشکی و آقای مستقیل نگاه میکردم. اگه توجه کنین اصلی که مردم اومدن بیرون 96 و شاهزاده رو صدا زدن و خاندانشون رو، تمام این اپوزیشن ما جمهوری اسلامی فراموش کردن و افتادن دنبال این که بگن آقای شاهزاده خوب نیست، حس نیست. مثل آقای دوشکی، آقای دوشکی شما تو همون مردم های استان خودت هم 50 نفر به زور میشناسن، 40-50 تا برنامه دادی. حالا آقای شاهزاده برگشته گفته که من دوران گذر و از اینجور چیزها رو شما به عنوان مسخره میگی. اوکی. آقای مستاقی، شما از بچه های کودکانی کارم توی خیابون بپرسین داداش آقای جهانگیری و روحانی کجان؟ به شما میگن کجانشون، میگه ایشون در زندان هستن. آقای مستاقی جدیدن هی گیر میدن که سلطنت طلب ها هیچ چیزی ندادن و مجاهدین و چپ ها بودن که با این رژیم جنگیدن، کشته دادن، فلان دادن، سلطنت طلب ها فرار کردن. آقای مستقی، سلطنت طلب ها تارگت بودن، شما و امثال شما، گروه های شما ایشون رو می کشتن، اینا رو لو می دادن اوائل انقلاب و اینا فرار کردن و شما در اون موقع مبارز نبودین. زمانی که فهمیدین هیچی گیرتون نمیاد و حالا به هزاران دلیل سرتون کلا رفته، اومدین مبارز شدین و جنگیدین. شما مثل اینکه بقیه روزا میشینی کتاب خودتو میخونی و تو همون 40 سالت موندی. نمیدونم اینا شدن کارشناس و تحلیلگر و واقعا جای تاسفه، واقعا جای تاسفه که اینها میخوان امثال اینها با این بغض رو چیز بعد صحبت از اتحاد هم میکنن. این 14 نفر، این 14 نفر هم بودره کارشون. شما آقای نوریزاد با هر جمعی که بوده توش 2-3 نفر رو گرفتن برد. پیام طولانی بود و قطع شد. سپاس از شما. البته من مایل هستم از این به بعد این کار رو خواهیم کرد. درباره مهمانان اظهار نظری هست در برنامه‌ای که خود اونها با هند بود، پیام مهمانان عزیز رو به بینندگان عزیز رو پخش خواهیم کرد. به هر حال این سخنان ابراز نظری است و نه لزوما قطعا منطبق و تایید کننده واقعیت هم، و باید که مهمانانی که در اینجا اسمشون برده شد حتما اگر مایل باشن درهای تفسیر خبر به روی اونها باز هست. پیام بعدی رو میشنویم. جناب چالنگی، میخواستم مطلبی رو در خصوص حجاب به سمعتون برسونم که همونجور که رضا شاه پهلوی نتونست به زور چادر رو از سر مردم ایران بکنه، اینها هم نمیتونن به زور چادر رو سر مردم ایران بکنن. حجاب یک امر طبیعیه. سپاس از پیام کوتاه شما. ممنون از شما که سخن خودتون رو به این کوتاهی و روشن بیان کردید. تصور من این هست که منظور شما از امر طبیعی یعنی نوعی واگذار کردن به خود مردم که بانوان، دختران که آزادانه انتخاب کنند یا انتخاب نکنند یا هرچه که هست، امر پوشش، لباس. به هر حال در ایران پیش از انقلاب جامعه رسیده بود به هر کس هر نوع لباسی میخواست با رعایت برخی ضوابط، بانوان چادری در کنار بانوان غیر محجبه. باید روند زندگی با خوی آزادی خواهی
آزادی خواهی به اصطلاح ارجمند و شریف انسانی روند زندگی منطبق باشه. امری که حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار اومدن به ستیز با اون برخواست با طبیعت انسانی. این شعرم یادمون نره که پریرو تاب مستوری نداره. به پایان برنامه رسیدیم. برای شما عزیزان در هر کجا که هستید آرزوی روزگار خوشی رو داریم و فردایی بهتر. با ما در تماس باشید، هر پیامی که دارید برای ما بفرستید، هم از پیام‌های صوتی و یا احتمالاً پیام‌های تصویری یا گزارش‌های تصویری شما. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادراک، الوند، کو، بینالود و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود. یه سرطانیم که به معجزه شک کرده، مرگ روی تمام لحظه هاش حک کرده. من اون کلاغ قصم که همیشه تو راه، سرنوشتم شبیه بال و پرم سیاه. من آخرین سکانس فیلم های درامم، من صفحه های منقرض آخرین گرامم، تقویم بی حواس و پاره آخر سالم. آینده داره گم میشه تو لحظه های حالم. من تیشه فرهادم، امتداد فریادم، من زبون تیکه تیکه فرخ زادم، من مرگ استبدادم، یک انسان آزادم، من زبون تیکه تیکه فرخ زادم. سوال همیشه مشکوک و بی جوابم، کابوس حمله میکنه به لحظه های خوابم. من خسته از تمامی این روزهای سردم، رویای تباه گشته مردی دور گردم. من مسیر آزادی به سمت انقلابم، که بیقراری و خسته از این عذابم. من انفجار اعتراض و خشم بی حراسم، طغیان بیقراری و بیزار از التماسم. من تیشه فرهادم، امتداد فریادم، من زبون تیکه تیکه فرخ زادم، من مرگ استبدادم، یک انسان آزادم، من زبون تیکه تیکه فرخ زادم.